درود بر دوستان و یاران عزیزم، روز و روزگارتون خوش باشه و زندگی و ایام بکام. این گفتار کوتاهی که من الان خدمتتون میخوام بگم چیزیست کوچک و مختصر و فشرده درباره جشن سده و بیشتر از اون درباره اسطوره‌شناسی آتش در تمدن ایرانی که به دعوت دوست و برادر عزیزم آقای دکتر کاظم‌زاده برای جشن سده امسال قرار شد چنین چیزی رو آماده کنم. خب درباره جشن سده گمان میکنم همه به اندازه کافی میدونید. روز دهم بهمن ماه از دیرباز موقع شامگاه مردم جمع میشدن، کومه هایی از هیزم رو در یک جای بلند معمولا در کوهستان یا بر فراز بام های خانه ها جمع میکردن و آتش میزدن و جشن برپا میکردن که به لحاظ ریختی میشه جزو جشن های و آیین های مبارزه با سرما اون رو رده بندی کرد. یعنی بخشی از آیین ها و مناسک جهان باستان به برانگیختن نیروهای طبیعی یا مقابله کردن با نیروهای خطرناک طبیعی مربوط می شده، مثل جشن هایی که برای بارش باران برپا می شده و تیرگان بازمانده اونه، یا مناسکی که برای رویارویی با تاریکی و سرمای زمستانی انجام می شه که مهرگان و جشن سده مشهورترین نمونه هاشه. منتها در ایران نکته‌ای که وجود داره اینه که این آیین ها و مناسک از اون ظرف باستانی و جادویی خودش خارج شده و هم به لحاظ اساطیر و داستانهایی که بهش پیوند خوردن و هم به لحاظ رمزگذاری و نمادپردازی فلسفی که بعداً افزوده شده بهش یه موقعیت ممتازی پیدا کرده. خیلی این آیین‌ها در ایران زمین پیچیدن و یکی از نمونه‌های این پیچیدگی رو توی خود جشن سده می‌شدید. من برای اینکه یه تصویر کلی پیدا بکنید نخست در مورد خود سده چند جمله خدمتتون خواهم گفت، ولی بحث اصلی رو متمرکز می‌کنم روی مفهوم آتش در تمدن ایرانی، چون سده در واقع یکی از آیین‌های بزرگداشت آتشه و جایگاه آتش در تمدن ایرانی خیلی جای بحث داره و کم هم مورد پژوهش قرار گرفته. در مورد داستان‌های مربوط به جشن سده، خب احتمالاً مشهورترینش که هممون شنیدیم گزارش فردوسی طوسی در شاهنامه است که میگه در روز در واقع همون بهمن روز از بهمن ماه که جشن سده باشه، میگه هوشنگ کیانی با دوستانش رفته بود شکار و یک مار سیاهی که در واقع نمادی است از زمستان و ظلمت سرمای زمستانی از زیر سنگی پدیدار شد و هوشنگ سنگی رو به سمت او پرتاب کرد و از برخورد سنگ با سنگ جرقه‌ای به وجود اومد و آتشی پدید آمد و به این ترتیب ابداع آتش یعنی فناوری ساخت آتش رو فردوسی به هوشنگ نسبت میده. و خب هوشنگ دقت داشته باشید که اسمش هاوشنگ در اوستایی یعنی هو یعنی نیک، شنگ یعنی همون شان یا آشیان خانه، یعنی سازنده خانه های نیکو و خانه های نیکو با اجاق خانگی با آتشی که درشون برافروخته است شناسایی می شدن. بنابراین اسطوره‌ای که ما اینجا داریم اسطوره زایش اجاق خانگی، اسطوره پیدایش آتشی است که انسان رو می آفرینه و در قالب انسان فرهمندی به نام هوشنگ تبلور پیدا کرده. بیت ها مشهوره، من دیگه همشو نگم، فقط یه چند بیتش رو با هم دیگه مرور بکنیم. میگه برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همانو همین سنگ گردید خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین. که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. این داستان در واقع زایش جشن سده در شاهنامه است. در روایت های دیگر هم داریم، در آثار بیرونی از همه مشهورتر اشاره های زیادی هست به اینکه
جشن سده چگونه برگزار می شده. توی آثار الباقیه مثلا این مورد تأکیده که روی پشت بام ها آتش درست می کنن و جالبه که توی آثار الباقیه اشاره کرده بیرونی که این جشن مربوط به فریدون شاه میشه، نه هوشنگ، یا از هوشنگ اصلا نام نبرده و میگه قیام فریدون بر ضد ضحاک در این شب انجام شد و مردم موقعی که میخواستن قیام کنن پشت بام ها آتش افروختن. این نکته هم خدمتتون بگم که این کارو واقعا میکردن قدیم ایرانی ها، یعنی چون چند وقتی بار اقوام مهاجم کم فرهنگ به ایران حمله میکردن و بیرون راندنشون با قیام عمومی مردم ممکن میشد، معمولا علامت این قیام ها آتش افروختن بر پشت بام ها بود که معمولا از روستایی به روستایی دیگه دیده میشد و در واقع علامت میدادن به این ترتیب به هم. این نکته هم خدمتتون بگم که موقعی که بر ضد اعراب اموی هم خراسانیان قیام کردن، در واقع قیام ابو مسلم خراسانی هم همین شکلی بود، یعنی به احتمال زیاد شب چهارشنبه سوری این رسم احتمالاً از اونجا مونده، پشت بام ها آتش روشن کردن و این قیام بر ضد تازیان اموی بود که منتهی به انقراضشون هم شد. بنابراین آتش روشن کردن بر پشت بام ها یا یک جای بلند علامت ستیز با نیروهای اهریمنی هم از قدیم بوده و خود داستان هوشنگ هم به زایش آتش همچون ابزاری و سلاحی برای چنین جنگی اشاره میکنه. داستان های دیگه هم البته در این مورد داریم. ما مثلا نمونای تاریخی جالبه که داریم، به عنوان مثال مرداویج زیاری مشهوره که سال 323 هجری قمری در اصفهان یک جشن خیلی مفصل بزرگ سده برگزار میکنه و جالبه که بلافاصله بعدش ترورش میکنن، میکشنش در حمام. و یه نمونه دیگه از این جشنهای بزرگی که برگزار شده، جشن سده مشهوری که برگزار شده رو بیهقی مینویسه در تاریخش و میگه در سال 420 هجری قمری سلطان مسعود غزنوی، حالا الان من خاطرم نیست، فکر میکنم در شهر بلخ بود در اون موقع، که توی بلخ این جشن رو خیلی با شکوه و از این برگزار کرد و در واقع مردم، نکته مهم اینه که مردم دوره هم جمع میشن برای این جشن و جنبه اجتماعی داره و بیهقی هم در این مورد تاکید میکنه. و در مورد مرداویج زیاری هم این در واقع ادامه عملیات جنگیش و شیوهی برای بزرگداشت در واقع نبردهاش و بسیج عمومیش قلمداد میشده. امروز ما میبینیم که جشن سده رو توی دشت ها خیلی وقت برگزار میکنن. این عکس ها و فیلم هایی که احتمالاً طی سالهای گذشته دیدین توی دشت مردم جمع میشن، مثل چهارشنبه سوری در واقع برگزارش میکنن. این اشاره رو داشته باشید که این شکل جدید و تازه اجرای این مراسم، شکل سنتی و قدیمیش، همیشه جای بلند باید آتش برافروخته میشده و طی در واقع یک قرن گذشته این اتفاق افتاده. خاستگاهش هم شهرهای اطراف کویره، یعنی در یزد و به ویژه در کرمان که خیلی با شکوه و عظمت هنوز برگزار میشه این جشن، مردم توی صحرا جمع میشن، هیزم میارن، معمولا یک کومه عظیم آتش درست میکنن، برخلاف شب چهارشنبه سوری که کومه های کوچکی از جنس بوته معمولا داریم، توی جشن سده معمولا هیزم آنچه که سوخته میشه و یک کومه خیلی بزرگ فراهم میکنن. این ساختار کلی جشن سده است و فکر میکنم همه باش آشنایی داشته باشین. خیلی جا داره که حالا با شکوه‌تر و با چارچوب یه مقدار سنجیده‌تر برگزار بشه، ولی چیزی که آشکار و روشنه اینه که جشن سده یکی از آیین‌های کهن ایرانی است که طی دهه‌های گذشته در حال احیاست. یعنی پیشبینی من اینه که به زودی ما این رو به شکل خیلی فراگیری کنار آیین مهرگان که اون هم احیا شده جدیداً در سراسر قلمرو تمدن ایرانی داشته باشیم. این مقدمه کوتاه من بیشتر برای این گفتم که وارد یک پرسش یه مقداری پیچیده تر و عمیق تر بشم و اون پرسش درباره معنای جشن سده است و به طور خاص در مورد معنای جشن هایی که آتش در هسته مرکزیشونه. همونطور که دیدین توی گزارش فردوسی طوسی از داستان هم میبینید که حکیم
خراسان به ما میگه که بعد از اینکه آتش به وجود اومد، هوشنگ اون رو قبلگاه خودش قرار داد. و اشاره های دیگری داریم در این مورد که جشن سده به زایش و برای بزرگداشت ایزد آذر، یعنی شکل خاصی از آتش مقدس اختصاص پیدا کرده. یه نگاهی میشه انداخت به حوزه تمدن ایرانی و یه مقدار در مورد جایگاه آتش در این تمدن پرسش کرد. خب پرسش‌های زیادی میشه طرح کرد. مثلا یکیش این که مردم حوزه تمدن ایرانی از دیرباز وقتی که آتش رو میدیدن، یعنی این عنصر فراگیر همه جا آشکار مهم برای زندگی قدیم رو لمس میکردن، چه ادراکی ازش پیدا میکردن. یعنی به تعبیری دیگر در زیست جهان مردم ایران، در اون چیزی که پدیدارشناسای آلمانی بهش میگن لبنسفلت، در اون افقی از پدیدارها که رویاروی مردم ایرانی دوران کهن باز میشده، آتش چه جایگاهی داشته، چه معنی برای اونها تداعی میکرده. یه کار کوچیکی در این مورد من کردم، نه لزوما در مورد آتش، در مورد کل بازسازی این زیست جهان که در قالب یه سری کتاب منتشر شده و به عنوان ارجاع فقط الان اسمامش رو خدمتتون میگم و یه نکته ویژه‌ای رو توش درباره آتش روشت میکنم و امیدوارم بحث خیلی به درازا نکشه. این نکاتی که من الان خدمتتون خواهم گفت مفصلتر و کاملترش رو توی سه تا کتاب میتونید بخونید. یکی جلد اول مجموعه‌ای که من درباره بازسازی اندیشه فلسفی در حوزه تمدن ایرانی نوشتم، کتابی هست به نام زند گاهان که شرح گاهان زرتشت، اون یه متن دیگری هست به نام اسطوره شناسی ایزدان ایرانی که مفصل درباره این مفاهیم بحث شده توش، و کتاب دیگری هم هست به نام اسطوره شناسی آسمان شبانه. هر سه این کتاب ها هم به شکل الکترونیکی روی کانال تلگرامی من و روی تارنمای سوشیانس در خدمت در دسترس دوستان به طور آزاد هست. دوستانی که خارج از ایرانن راحت میتونن بردارن و بخونن. حالا این محتوای این بحث ها چی رو به ما میگه؟ من اگه بخوام جمع بندی کنم، ببینید ماجرا اینه که ما توی همه تمدن ها آتش رو به صورت یک امر مقدس میبینیم. یعنی آتش در زندگی مردم دنیای قدیم یک جایگاه مرکزی داره، اجاق خانگی برای همه تمدن ها مهمه و علامت خانواده است، علامت هسته مرکزی نظام اجتماعیه. حالا ممکنه در ایران شما خود ایزدی پیچیده و ویژه مثل آذر رو داشته باشید، یا در یه جایی مثل روم مثلا دوشیزه های وستال رو داشته باشین، اونام دقیقا این کار رو میکنن، یا در چین اجاق خانگی رو و آیین پرستش نیاکان رو داشته باشید که اون هم با سوزاندن عود و در واقع روشن کردن آتش همراهه. بنابراین پیوندی میان آتش و زندگی اجتماعی در همه جوامع انسانی هست و این ویژه ایران نیست، و آیین‌هایی هم که در موردش وجود داره جهانگیره و شباهت‌های ساختاری هم با هم دیگه داره. آتش برای ایجاد امنیت در شب‌ها به خاطر اینکه نور تولید می‌کنه، در ایجاد گرما در شب‌های سرد و به ویژه زمستان که کشنده است در بسیاری از مناطق و اقلیم‌ها در دنیای پیشا مدرن و سنتی، در تمام این موارد آتش یک نیروی گرما بخش حیات دهنده مهمه و ما برامون عجیب نیست که تقدسی داشته باشه و مردم بهش توجه کنن، آیین‌هایی براش اجرا کنن و در بزرگداشتش بکوشن، و چنین هم می‌کردن. اما در ایران زمین چیز مهمی که ما میبینیم و متفاوته با بقیه جای دنیا اینه که این مفهوم آتش به یک نظام اسطوره شناختی خیلی پیچیده راه برده. یعنی بر محور آتش که امری جهانگیر است، یک نظام اساطیری خیلی ویژه و در واقع منحصر به فرد ما میبینیم، و این چیزیست که ما در باقی تمدن‌ها به این شکل نداریم. و شگفت‌تر این که در ایرانه که برای اولین بار و پیچیده‌ترین نمونه است که این اتفاق می‌افته که آتش
به یک مفهوم فلسفی برکشیده میشه. من این دوتا رو بیشتر میخوام الان مورد تاکید قرار بدم، یعنی میخوام اون پرسش نخست، یعنی جایگاه آتش در زیست جهان مردم باستان رو ترجمه کنم به این پرسش که در ایران زمین این آتش چه معنایی میداده، هم در اقلیم اسطوره‌شناسی هم در حریم اندیشه‌ای که بعداً به فلسفه و نظام‌های جهانبینی طبیعی دامن میزنه. به لحاظ اساطیری اگه بخوایم ابتدای کار شروع کنیم، این رو ما میدونیم که به ویژه در میان آریایی ها، یعنی مردم هند و ایرانی، اینها مردمی هستن که خودشون به خودشون میگفتن آریایی، آریا به خودشون میگفتن و اسم کشور ایران از اونجا اومده. اینم بگم که ایرانی ها بیشتر میگفتن تا هندی ها، یعنی در متون هندی قدیمی فقط این خیلی مورد تاکیده، مثل ریگ‌ودا و یه جاهایی توی مهابهاراتا، ولی توی متون جدیدتر دیگه آریایی اینقدر چیز مهمی نیست. در ایران ولی مفهوم آریایی و مفهوم ایران یعنی اسم کشور دلالت سیاسی پیدا کرده و مهمه و توی این حوزه تمدنیه، فقط یعنی حوزه تمدن ایرانیه به طور خاص که آتش یک معنای اساطیری ویژه پیدا میکنه. این معنای اساطیری رو در سه پله میشه تعریف کرد. پله نخست، خب ما این هر سه پله هم به آیین‌های جهان باستان مربوط میشه که به آتش گره خورده بودن. یعنی میخوام اینطوری بگم که ما سه رده داستان، سه رده ماجرا در مورد آتش داریم در نظام اساطیری ایران که سه تاش هم به زندگی عادی مردم و به مناسک جمعی مردم پیوند میخورده. یکی از اینها عبارت است از آیین قربانی کردن برای خدایان. آریایی های قدیم مثل هند و اروپایی های قدیم، یعنی خب آریایی ها یک شاخه‌ای به لحاظ تمدنی پیشرفته تر و پیشتازتر بودن از یک جمعیت بسیار گسترده و بزرگی که کل این نواحی شمالی اوراسیا رو پوشونده بود و به اینا میگفتن هند و اروپایی دیگه. آریایی ها در واقع یک شاخه شرقی و به لحاظ تمدنی خیلی پیشروتر نسبت به بقیه هستن، یعنی زودتر از بقیه دولت تأسیس میکنن، خط پیدا میکنن، متناشون رو میمیسن و میشن ایرانی ها و هندی های قدیم. این آریایی هایی که داریم ازشون حرف میزنیم یکی از مناسک رایجی که داشتن و مشترک هم بوده تا حدودی با بقیه هند اروپایی ها این بوده که مراسم قربانی که برای خدایان اجرا میکردن آتش توش نقش خیلی کلیدی داشته. به عبارت دیگه قربانی همونطور که میدونید مناسک غذا دادن به خدایانه، یعنی خدایان همچون موجوداتی طبیعی، نمایندگان نیروهای طبیعی، اما انسان ریخت قلمداد میشن که وابسته هستن به آدمیان برای اینکه خوراک بهشون بدن و این خوراک دادن از راه قربانی کردن انجام میپذیرفته. در نگرش آریایی ها یک تفاوت جدی با نگرش های قدیمی ایران شرقی، ایران غربی که سامی هستن دیده میشه. بین سومری ها و به ویژه بین اکدی ها، کلدانی ها و اموری ها، یعنی سامی های ایران غربی، ایران جنوب غربی که توی میان رودان به ویژه متمرکز بودن، توی اون منطقه جنوب غربی ایران زمین انسان همچون خدمتکاری، همچون برده‌ای که توسط خداوند آفریده شده جلوه‌گر میشه و بنابراین انسان باید یک کارایی رو برای این خدا انجام بده و این کارها بهش فرمان داده میشه، یعنی مثل یک در واقع خدمتکاری در خدمت خدایانه. حالا چه مردوک بابلی باشه که انسان رو از گل رس میآفرینه، چه یهوه کنعانی باشه که عبرانی باشه، که همونطور که میدونین کنعانیان هم یهوه داشتن دیگه، ولی خدای یگانه نبوده، یکی از خدایانشون بوده. عبرانیان ولی خدای یگانه دارن که همون یهوه باشه و او هم انسان همچون یک خدمتکاری، همچون یک بنده‌ای در پیشگاهش است. قربانی کردن توی این بافت در واقع سامی کهن بیشتر از جنس پیشکش دادن
ابراز بندگی کردنه. به همین خاطر آدم قربانی ممکن بوده بشه توش. مثلا فینیقی ها گاهی وقتا آدم قربانی میکردن. البته در حوزه تمدن ایرانی این خیلی خیلی نادره و روایت هایی که ما داریم روایت های منع قربانی انسانه که مشهورترینش داستان ابراهیم و اسحاق در توراته و داستان ابراهیم و اسماعیل در قرآنه که اینا منع قربانی کردن انسانه. منتها در واقع قربانی کردن انسان آیینی بوده که وجود داشته و حالا از قدیم بوده و به ویژه در یونان، در روم، در چین خیلی رایجه، تو مصر بوده چنین چیزی، توی ایران به نظر میاد اولش بوده بعدن یه معنی برش قرار میگیره. توی دل ایران شهر و ایران شرقی انگار نبوده اصلا، ولی در ایران غربی هم که بوده بین فینیقی ها به طور مشخص به نظر میاد که ریشه‌کن میشه خیلی سریع. منتها نوع قربانی کردن بنابراین یه مقدار همراه با ایجاد رنج در پرستاران بوده. مثلا برای آدونای قربانی که میکردن گاهی وقتا اخته میکردن خودشون رو، یا برای ملخ یک خدای خیلی مهیب کنعانی کودک قربانی میکردن. مدل آریایی ها برای قربانی کردن این شکلی نیست، مدل قضا دادن به خداست. یعنی قربانی جانوری است که کشته میشه برای خداوند و بخشهایی از اندامهای اون جانور تابوه، آدم نمیتونه بخورتش و اونها رو، اون تکه ها رو بر آتش مینهادند و آتش اون رو میسوزونده و بوی اون که به آسمان میرفته خدایان رو تغذیه میکرده. این ماجره رو شما در تورات هم میبینید، یعنی یهوه هم میگه برای من قربانی بگذارید، من گرسنه بوی قربانی هستم. یعنی اون بوی قربانی، بوی اون بخشی از گوشت قربانی که سوخته میشه تغذیه کننده خدایانه. تو کل پهنه ایران زمین و تمدنهای دیگه هم شبیهش رو میبینیم. توی ایران اتفاق جالبی که میفته اینه که این مفهوم آتشی که داره قربانی رو میسوزونه به مرتبه یک امر مقدس برکشیده میشه. بقیه جاها اون آتش اینقدر مهم نیست. مثلا همین آتش قربانی رو هندوها هم دارن، بهش میگن آگنی که یک خدای خیلی مهم هم براشون هست. منتها خیلی در موردش داستان ندارید، خیلی نقش مرکزی نداره، یکی از خدایانه، این رده خدایان دیوه هم هست، یعنی جزو دیف هاست آگنی در هند. منتها در ایران شما میبینید که این آتش دگردیسی پیدا میکنه، چندین شکل پیدا میکنه. مشهورترین شکلش آذره و آذر اون آتش مقدسی است که پیشکش انسان برای خدایان رو به آسمان میبره. و جالبه که یک جلوه دیگری از این آتش به سرعت به وجود میاد و اون اسمش هست نرسه. نرسه یا اون شکلی که در اوستا داریم نر و سنگ ها، نر و یعنی نر انسان، نر هم معنی مرد میده هم معنی انسان میده. نر و سنگ ها، سنگ ها یعنی نمایش، جلوه، زیبایی، این معنی رو میده. بنابراین میشه نری و سنگ به شکلی که در پهلوی آمده، یا نرسه به اون شکلی که در حالت کوتاه شدهش در پارسی دری میبینیم. این یک کلمه از همش، این ممکنه به صورت جلوه انسانی یا به صورت زیبایی مردانه ممکنه این رو ترجمه کنید. این همون مفهومیه، نری و سنگ همون مفهومیه که وارد یونان میشه و نارسیس میشه و میشه نرگس، اون اسطوره مرد زیبایی که شیفته خودش میشه، شیفته تصویر خودش در رودخانه میشه و گل نرگس از مقبرش میروید. این داستان، داستان در واقع وامگیری شده از ایرانه، البته با کم فهمی و کش فهمی روبروه، چون نری و سنگ یا نرسه در ایران با اینکه اسمش به معنی زیبایی مردان است ولی معنی اصلیش جلوه انسانی است. و نکته اصلی اینه که این ایزد آتشینیه که برکت خدایان برای انسان رو به زمین میاره، یعنی یه جورایی مکمل آذره، بین زمین و آسمان، بین انسان و خدایان پلی وجود داره از جنس آتش. و آنچه که به آسمان میرود آذره و آنچه که از آسمان به زمین میاید نری و سنگه. و این شکل زمینی آتش در قالب نیروهای گرم به جریان افتاده در تن انسان جلوه میکنه، کما اینکه پشتاب مردان
که جان بخشه، یعنی نوزاد ازش به وجود میاد با پشتیبانی نرسه همراهه، یعنی نرسه ایزدی است که پشتیبانی میکنه از باروری مردان و نطفه مردانه رو حفظ میکنه. به این خاطره که شما میبینید نطفه های سگانه زرتشت که در آتش که در دریاچه چیچست نهاده شده و سوشیانس ها قرار از اون به دنیا بیان، نری و سنگه که نگهبانشونه. به همین ترتیب تبار شاهانه نرسه پشتیبانشه. خیلی از شاهان به همین خاطر به ویژه در دوران ساسانی اسمشون نرسه است اصلا، یعنی نام ایزد آتشینی که آتش جانبخش جاری در درون تن جانوران رو هم نمایندگی میکنه. بنابراین ما اسطوره در واقع آیین قربانی کردن برای خدایان به کمک آتش به یک اسطوره دامن زده و اون اسطوره اینه که آتش واسطه بین زمین و آسمان، واسطه بین انسان و خدایانه و نه تنها چیزی رو میبره بلکه چیزی رو هم میاره و نه تنها خدایان رو تغذیه میکنه بلکه انسان رو هم جان بهش میبخشه و تولید مثل انسان رو هم تضمین میکنه. این روایت رو داشته باشید. در کنارش روایت دومی به وجود میاد و اون روایت، روایت روحه. ببینید توی بیشتر آیین‌های قدیمی جان انسانی از جنس باده، کلماتش هم نگاه کنید دیگه، ما میگیم روح، روح به عربی یعنی باد، توی سانسکریت میگیم آتمن، آتمن یعنی جان، یعنی اونم یعنی باد، روان یعنی باد، آنچه که میوزند. توی عبری روحه، همین کلمه روحه، اونم یعنی باد. توی یونانی پسوخه که سایکو سایکالوجی و اینا ازش گرفته شده، پسوخه یعنی باد و ترجمه شدهش یعنی همتاش در زبون لاتین اسپریتوس که کلمه های مثل اسپریچوالیتی و اسپریتو اینا ازش مونده، اونم یعنی باد. یعنی شما کلن با یه مجموعه از انگاره های بادگونه جان انسانی روبرو هستین و این نمادی است که به جان خداوند هم تعمیم پیدا کرده. یعنی مثلا روح القدس، روح قدوشه توی تورات، این هم به معنی باد مقدسه و جالبه که روح القدس در قرآن رو مثلا طبری و قرآن پاک ترجمه کردن نیمه در واقع راه تحول زبان پهلوی به زبان فارسی میانه به زبان فارسی دری امروز، طبری ترجمه کرده روح باد پاک، یعنی روح القدس رو ترجمه کرده به باد پاک. بنابراین یک انگاره رایج از جان انسانی باده، عنصر باد درش هست، چون ما دم و بازدم داریم، چون باد دیده نمیشه ولی می جنبانه چیزها رو و چون وزیدن باد رو اصولا با آمدن نیروهای روحانی مربوط می دونستن و در سنت ایرانی هم چنین روایتی هست و خیلی هم نیرومنده. یعنی ایزد باد که همین کلمه باد که الان ما میگیم اسم خدا بوده، اسم قدیمیش بوده واد یا وای که توی عبارت ای وای یا واویلا، این کلمات این شکلی در واقع صدا کردن ایزد وای تو عربی ویل از همینجا اومده. این وای که خدای باده دیو بوده در روایت های هندو ایرانی قدیم، اما جالبه که در ایران با اینکه همه دیوها طرد میشن وای باقی میمونه، شکاف میخوره، میشه وای بد که دیو آساس و وای به که با جان پیوند داره و روان رو در واقع پشتیبانی میکنه و ستایش میشه و رامیشت یکی از یشت های قدیم اوستا که مربوط به ستایش باده در این مورده. جالبه که با اینکه باد انقدر مهمه ولی همچنان نیروی حیاتی انسان توی ایران زمین از جنس آتش قلمداد می شده و این توی کل حوزه تمدن ایرانی در ادیان مختلفش دیده میشه. توی آیین زرتشتی اولین بار این به یک ایده فلسفی ارتقا پیدا میکنه، یعنی همین عناصر چهارگانه یعنی آب و باد و خاک و آتش که خب آشنا هستن و مردم در قدیم این چهارتا رو میدیدن دیگه، یعنی هرچی که میدیدن یا نادیدنی ولی گذرا بوده مثل باد، یا سفت و محکم بوده مثل خاک، یا روان و سیال بوده مثل آب، یا گرما بخش بوده مثل آتش و روشن بوده. منتها جالبه که در اندیشه زرتشتی این چهارتا با یک نیروی پنجمی
ترکیب میشه. و این پنجمی اسمش از آذر، یعنی ما در نگرش ایران شرقی اوستایی که در متونی مثل یسنه‌ها و حتی نشانه‌های اولیه‌اش رو توی خود گاهان زرتشت هم می‌بینیم، البته خیلی خفیف، ولی توی یسنه‌ها دیگه این خیلی روشن دیده میشه، ما با یک نظام پنجتایی عناصر روبرو هستیم. جهان از پنج عنصر تشکیل شده، آب و باد و خاک و آتش که گیتی رو میسازن، و یک عنصر مینویی که جهان ذهنی، جهان روحانی و معنوی رو میسازه و اون اسمش هست آذر. و به این ترتیب آتشه که در این نظام در واقع طبیعی جهان باستان شکاف خورده، یک آتش زمینی پیدا شده که شبیه همون آگنی هندیه، و یک آتش آسمانی پیدا شده که در اوستایی بهش میگفتن آترا، و این آترا وامواژه‌ای است که وارد زبان یونانی هم شده، دقیقاً به همین شکل در آثار افلاطون و پیشا سقراطی ها اولین بار نمایان میشه در دوران هخامنشی و تبدیل میشه به آتر و آتر و بعداً میشه اسیر، دوباره برمیگرده توی زبان عربی میشه اسیر با سه نقطه. و خیلی هم موندن که این اسیر یعنی چی؟ این اسیر وامواژه است که عنصر پنجم رو نشون میده و وامواژه اوستایی است اصلش و یونانی نیست، یعنی از اوستایی به یونانی رفته، از یونانی به سوریانی و در واقع عربی رفته، از اونجا دوباره وارد فارسی شده، یه چرخه اینطوری رو طی کرده. بنابراین دومین نکته خیلی مهم این که علاوه بر این که رابطه میان انسان و خدایان، علاوه بر این که رابطه زمین و آسمان رو برقرار میکنه، آتش دو جوره هستن و یکی از اشکالش همونی که نری و سنگ هم پشتیبانیش میکنه از جنس جان مینوی است، آتش آسمانی است که در انسان وجود داره و همینه که باعث میشه انسان سرشت مشترکی با خداوند اهورامزدا پیدا کنه. بنابراین سرشت مشترک انسان و خداوند از جنس آتش مینوی، از جنس آذره، یا به این خاطره که آذر یعنی آتش رو قبلگاه میدونستن، نه به خاطر اینکه خود آتش مهمه، به خاطر اینکه آتش زمینی که تصفیهش میکردن و آتش بهرام در واقع کلی ساختش یک کار فناورانه خیلی پیچیده بوده، این آتش نماد آتش مینوییه، نماد جان انسانه، و بنابراین آتشکده از در واقع پرستشگاه های خیلی شگفت‌انگیز کمیابیست که در آن جان انسانی پرستیده میشه، نماد جان انسانی پرستیده میشه، چون امر قدسی یعنی آنچه که در خدا یگانه تجلی پیدا کرده همانیست که در جان انسان هم وجود داره و جنسش آذره و اون آتشی که اونجا میبینید نمادشه. خب این دوتا نکته، یعنی یکی ماجرای قربانی کردن، یکی ماجرای پیوندش با پنج عنصر و جان انسانی. یه نکته کوچیک دیگه هم داره، آیین ور یعنی یکی از روش‌هایی که پاک و ناپاک از هم دیگه تفکیک می‌شده، مجرم و بیگناه از هم دیگه باز شناخته می‌شدن، یکی از راه‌هاش آیین وره، یعنی معتقد بودن عنصر آتش می‌تونه دروغ رو از راست تفکیک کنه. گذر سیاوش از میان آتش یه نمونه از این به اصطلاح ور گرمه، یعنی آزمون با آتشه، و این هم یک نکته‌ای بوده که آخر زمانی شده، یعنی در کیش زرتشتی و بعد در ادیان دیگر این تبدیل شده به دوزخ که یک آتش جاویدانه، و گذر از پل چینوت یا پل صراط که در زیرش آهن مذاب در جریان یا آتش در جریان، گذر از آتش عنصری است که در آخر زمان روان نیکوکاران و بدکاران رو از هم جدا میکنه. بنابراین جشن صدر رو شما وقتی نگاه میکنید یه مجموعه‌ای از اساطیر، یه مجموعه‌ای از نظام‌های فلسفی، یک چارچوب‌هایی از جهان‌بینی‌های طبیعی پشتشه، پنج عنصری توشه، مفهوم آذری درش هست، مفهوم تقابل میان آسمان و زمین و گیتی و مینو درش دیده میشه، روایت‌های آخرالزمانی درش هست، چه سوشیانسی که همچون نطفه‌ای آتشین در دل برکه چیچست مونده، چه آتش پاک کننده‌ای که روان مردگان در نهایت از روش عبور میکنه. ما موقعی که این آیین‌ها رو میخوایم برگزار کنیم یا میخوایم بهشون بیاندیشیم، مهمه این پیشینه رو بدونیم تا در اون چارچوب عمیق‌تر و ژرف‌تر در موردش فکر کنیم و آیین‌هایی که میخوایم بنیاد کنیم برای آینده خودمون تکیه‌گاه‌های محکمی داشته باشه در آنچه که نیاکانمون انجام دادن.
بار دیگه جشن صده رو به همه شادباش میگم و امیدوارم که همه ما قدر آن آذر مینویی که در دلمون هست، اون درخششی که فرهمندانه در هممون میدرخشه رو بدونیم، آلودش نکنیم با دروغ و پایدار و نیرومند باشیم. شاد باشید و پیروز.